و یه من دیدم حالا بعضی از پیشکسوت‌های استقلال انتقاد میکنن از حضور خسرو حیدری در کادر فنی استقلال، میگن خسرو خیلی جوونه و زود بود براش حضور در استقلال. میخواستم بدونم که نظر تو چیه، موافقی مخالفی؟ من حالا از پیشکسوت‌هایی که شما میفرمایید من حالا تازه دارم اینو میشنوم. کسایی که من دیدم باشون برخورد داشتن همه استقبال کردن، چون شرایط فوتبال رو میدونن. حالا شاید کسانی انتقاد کردن که حالا شاید سالها دور بودن از شرایط فنی و حالا در مورد خسرو و استقلال شاید نظرشونی بوده که خسرو نمیتونه کمک کنه. به نظر من یه انتخاب بسیار خوب بود خسرو، خوب همین که کلاس ها رو گذرم بود و همین که آقای ساپینتو الان شما ببینین آنالیزورش هم خودش آورده، مربی تمرین دهندش هم خودش داره. خسرو الان به عنوان اینکه سالها توی استقلال حضور داشته میتونه کمک بسیار زیادی بکنه از جو شرایط و اینکه بچه‌ها رو خیلی خوب میشناسه، میتونه بچه‌ها رو همدل کنه، با بچه‌ها صحبت میکنه و شخصیت خسرو جوریه که بچه‌ها قبولش دارن و میتونه یه شرایط خیلی خوبی رو تو استقلال به وجود بیاره. من فکر نکنم کسی باشه که خسرو حیدری رو ازش انتقاد داشته باشه. من فکر می‌کنی حضورش پررنگه، چون مثلا من دیدم یکی از پیشکسوت‌ها مسابقه کرده گفته بود که آقای ساپینتو گوش نمیده به حرفای خسرو حیدری، ولی حالا تو تصاویر من خودم دیدم موقع بازی استقلال می‌بینم که لب خط میاد با آقای ساپینتو خیلی صحبت می‌کنه. نظر تو چی هست؟ فکر می‌کنی که واقعا آقای ساپینتو گوش میده به حرفش یا نه؟ 100% اصلا یکی از دلیلایی که الان خسرو پیش آقای ساپینتوس این که مشاوره بده شرایط جو ایران و بازیکن‌ها رو، و مطمئناً آقای ساپینتو مربی حرفه‌ای و طبیعتاً گوش میده. حالا اینایی که شما میگی سعید جان من تعجب می‌کنم مثلا چجوری متوجه شده گوش نمیده خسرو حیدری مثلا، ببینم همچین پیشکسوتی اصلا خیلی به نظرت کلا جالب نیست. نه خسرو داره به اون شکلی که باید کمک بده به استقلال به بهترین شکل داره کمک میده و خیلی هم مطمئن باشین در آینده به کار استقلال